قاتلان قصر فیروزه، اساسین آف ده آرکویس پالاس، نام کتابی است نوشته رویا حکاکیان. قاتلان قصر فیروزه روایتی دقیق از رویداد دلخراش واقعی میکونوس را که در رستورانی به همین نام رهبران کرد دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدالی، همایون اردلان و دوست نزدیک ملت کرد نوری دهکردی از سوی مقامات تروریست جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند را نقل می کند. این کتاب روایتی دقیق را از این رخداد ارائه داده است. کتاب قاتلان قصر فیروزه در سپتامبر 2011 در آمریکا با زبان انگلیسی منتشر شد. مجله تایم این اثر را به عنوان اثری درخشان و جذاب قلمداد نمود. اما نویسنده این اثر کیست؟ رویا حکاکیان شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار یهودی ایرانی آمریکایی است. کتاب سفر از سرزمین نه که خاطرات دوران نوجوانی در سالهای نخست انقلاب اوست از سوی مجله آل عنوان بهترین کتاب سال 2004 را دریافت نمود. همچنین کتاب دیگر او تحت عنوان قاتلان قصر فیروزه، کشتار فعالان ایرانی در برلین از سوی جمهوری اسلامی، یکی از 100 کتاب برگزیده سال 2011 از سوی نیویورک تایمز می باشد. مقالات او تاکنون در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت ژورنال و دیگر نشریات معتبر به چاپ رسیده است. او همچنین 2 مجموعه شعر به فارسی منتشر نموده. خانم حکاکیان عضو مؤسس مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عضو هیئت مدیره سازمان بین المللی پناهندگان می باشد. بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. امشب در برنامه صفحه دیگر در خدمت نویسنده کتاب قاتلان قصر فیروزه، خانم رویا حکاکیان از آمریکا خواهیم بود و در مورد این اثر از زبان نویسنده جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. درود بر شما خانم حکاکیان. سلام، از اینکه با شما هستم خیلی خوشحالم. بله، ابتدا خانم حکاکیان کوتاه در خصوص این اثر ممنون میشم که توضیحی برای ما و بینندگان تیشک تیوی بدید. والا حدود 5-6 سال پیش بود که من توی یک مسیر یک سری گفتگو با پرویز دستمالچی که خودش از شاهدینی بود که اون شب در رستوران در میکونوس بود، به این نتیجه رسیدم که داستان قتل رهبرای کرد در رستوران میکونوس داستان مهمیه، نه فقط مسلماً برای جامعه کرد و برای جامعه ایرانی، بلکه برای غربی هایی که به ایران و پیدا کردن درک بهتری از ایران و موضوع جمهوری اسلامی علاقمندند. برای همین شد که من فکر کردم که به روایت در آوردن این کتاب میتونه کار مهمی باشه، نه فقط برای به اصطلاح زنده نگه داشتن خاطره این داستان، بلکه برای اینکه یک رابطه نزدیکتری بین خواننده های غیر ایرانی و ایرانی ها به وجود بیاد. بله، واقعیاتی از همین دست علل خصوص در خصوص رهبران کرد رخ داده. ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در اتریش. شما چطور شد که واقعی میکونوس را انتخاب کردین و آیا در این خصوص پیشنهادی داشتین؟ نه، اینطور نبود. یعنی من اصلا علاقمند نبودم که راجب قتل چیزی بنویسم، یعنی راجب هیچ نوع قتلی، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردیم من اساسا شاعر بودم و کارمو با شعر شروع کردم و بعد کار بعدیم که به زبان انگلیسی بود، یعنی موقعی که از فارسی به انگلیسی شروع کردم نوشتن، بازم کتاب اول انگلیسیم کتاب خاطرات بود و خوب خاطره نوشتن و شعر نوشتن با روایت قصر نوشتن خیلی فرق داره. این بود که من واقعا آدمی نبودم که علاقمند بودم که راجع به قتل و جنایت و اینا کلن بنویسم. فکر نمی کردم که اینا توی حیطه
علاقه من یا استعدادهای منه. ولی خودم هم اشتباه میکردم، چون که بعدا به این نتیجه رسیدم که قصه یک قتل اگه درست گفته بشه گاهی میتونه قصه یک ملت باشه، و من با توجه کردن به قصه میکونوس به این نتیجه رسیدم که چنین هست. یعنی داستان میکونوس، اتفاقی که برای رهبر کرد افتاد، و بعد نوعی که این دادستان آلمانی که من ساعتهای زیادی رو باهاش سپری کردم و مصاحبه کردم، این داستان رو به صورت تحقیق میکنه و اون به اون شکلی که 3.5 سال اون دادگاه دونه به دونه شواهد رو بررسی میکنه، اعترافات آدم های مختلف و یه چیزی حدود 187 نفر رو میشنوه و اینا همه به نظر یک داستان خیلی ویژه و استثنایی رو درست میکرد که به قصه میکنوس یه خصوصیتی میداد که با قصه های دیگه، با قصه های دیگه کاملا فرق داشت. یعنی من فکر میکنم که این قصه به خصوص قصه بسیار خاصی بود که خب اولا با وجود تراژدی که اتفاق افتاده بود، یعنی با وجود اینکه 4 تا از ستاره های جامعه کرد و جامعه ایرانی در اثر این قضیه از دست میرن و خاموش میشن، اما در این حال نهایتا حاصل 5 سال تحقیق و بررسی و دادگاه حاصل نسبتا پیروزمندانه ایه، و به نظر من این دادگاهی که از بزرگترین ضربه هایی رو که جمهوری اسلامی ایران در 32 سال اخیر در 32 سال حکومتش تا حالا تجربه کرده رو به جمهوری اسلامی زده. و من فکر کردم که همه اینا، اولا اینکه خب داستان خیلی مهمیه، دوم اینکه داستان ناشناخته ایه، یعنی همه ما علارغم اون چیزایی که فکر میکنیم ازش میدونیم، به هر حال کل قضیه رو چون که داستان بسیار، یعنی به هر حال کیسی بود که به درازا کشیده شد از ابتدا تا انتها، یعنی در کل تمامیت 5 سالی که در آلمان در حال دادگاه در حال ادامه پیدا کردن بود نمیدونیم. و بعد نهایتا این که آخر نسبتا پیروزمندانه بود، فکر کردم که اینا همه این قضیه خاص و ویژه میکنه و ارزش اینو داره که من راجبش بنویسم. بله، عنوان کتابتون Assassin of the Arquis Palace، قاتلان قصر فیروزه یا آدمکش‌های قصر فیروزه. منظور از قاتلان قصر فیروزه چیه و آیا این عنوان با رویداد میکونوس در ارتباط هست؟ بله بله، حالا وقتی که خواننده ها و شنونده های امریکایی از من سوال میکنن که رابطه این عنوان با کل کتاب و قصه کتاب چیه، من همیشه بهشون میگم که باید کتاب بخونین، ولی چون کتاب به فارسی و کردی هنوز ترجمه نشده، برای شما توضیح میدم که حدود 3 سال بعد از آغاز دادگاه، بعد از اینکه شاهد 3 یا ابوالقاسم مصباحی که یکی از مهمترین شواهد دادگاه بود در دادگاه ظاهر میشه، و پیش از اون دکتر بنی صدر اعترافاتی رو به دادگاه میده و در دادگاه به صورت شاهد ظاهر میشه، موضوع نقش ایران و دولت مردای ایران در سفارش دادن و حکم چنین قتل‌هایی رو دادن مطرح میشه، و بعد بحث میشه توی دادگاه درباره این که این ملاقات هایی که رهبرای جمهوری اسلامی با هم انجام میدن در کجا صورت میگیره و جزئیات این ملاقات ها چیه. توی این جریان شهادت دادن دکتر بنی صدر و ابوالقاسم مصباحی یا همون شاهد 3 هست که اسم
قصر فیروزه به عنوان یکی از اماکنی که این رهبرها با هم ملاقات میکنن مطرح میشه و من از اون اسم به عنوان تیتر کتاب استفاده کردم. بله، در خصوص ترجمه کتاب صحبت فرمودین، آیا پیشنهادی شده در خصوص ترجمه به زبان فارسی یا کردی؟ والا من از طرف چند کرد و چند فارسی زبون به وبسایت هم تقاضا اومده که اجازه ترجمهش رو به اونها بدم و اولا که حقوق ترجمه کتاب متعلق به ناشر منه و همه این بحثا باید با ناشر انجام بشه، اما چیزی که برای من خودم شخصا خیلی مهمه اینه که خب مسلماً من دوست دارم که این کتاب هم کردی هم فارسی ترجمه بشه، اما دلم نمیخواد که به عنوان صرفا یک متن سیاسی و ضد رژیمی صرفا ترجمه بشه. دوست دارم که توی جریان ترجمه ارزش ادبی خودش رو حفظ بکنه و یه مقداری نگرانم از این که توی این عجله‌ای که بعضی ها ممکنه به خرج بدن برای ترجمه کردنش این ویژگی کتاب از دست بره، ولی به غیر از این من خیلی دوست دارم که خب به هر حال هر نویسنده دوست داره که کارش خواننده‌های بیشتری پیدا بکنه، منم همینطور، اما برای من این کار به دست ملت کرد برسه، به زبان کردی، دست ایرانی ها برسه، به زبان فارسی خوب که شایسته واقعا شایسته و منعکس کننده 4-5 سال زحمت من و حتی ورای اون زحمت کسایی که 5 سال روی این کیس کار کردن، چه آلمانی چه ایرانی، همه اینا رو داشته باشه و برای همین امیدوارم که دوباره که کتاب حتما ترجمه بشه به این زبونا، ولی فکر میکنم که لازمش اینه که مترجمی بسیار اهل فن این متن رو به دست بگیره. بله، با توجه به اینکه کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، استقبال از این کتاب چگونه بود در آمریکا و دیگر کشورها؟ فکر میکنم که تماس ما قطع شد. بله، عرض کردم خدمتون با توجه به اینکه کتاب به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شده، استقبال از این کتاب چگونه بود در آمریکا و دیگر کشورها؟ خانم حکاکیان، متاسفانه ارتباط با خانم حکاکیان قطع شده. تا ارتباط برقرار میشه من در خصوص ترور میکونوس صحبت هایی خواهم کرد، در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین آلمان و در تاریخ 17 سپتامبر 1992 رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کرد به قتل رسیدند. این ترور تأثیر زیادی بر روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت. آنجا که از تاریخ 23 تا 26 شهریور ماه سال 71 کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در برلین در حال برگزاری بود، فعالین سوسیال ایران که عموماً از فعالین سیاسی ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند، از جمله دکتر صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، برای شرکت در این مراسم به آلمان رفته بودند و در این بین از طرف سران جمهوری اسلامی ایران ترور شدند. خانم حکاکیان رو خط تلفن هستند. خانم حکاکیان، عرض کردم خدمتون با توجه به اینکه کتاب به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شده، استقبال از این کتاب و از این کتاب چگونه بود در آمریکا و در دیگر کشورها؟ والا کتاب 4 ماهه که به زبان انگلیسی چاپ شده و در طی این 4 ماه خب همونطوری که خودتون در مقدمه صحبتتون گفتین، جزء یکی از 100 بهترین کتاب 2011 از طرف نیویورک تایمز اعلام شد، از طرف مجله نیوز ویک به عنوان 10 کتابی که توصیه میشه از مهمترین کتاب‌های 2011 مطرح شد، یک
مجله نقد خاص خود ناشرین و ویرایشگران امریکا هست به اسم کرکس، که کرکس کتاب رو توی مهمترین کتابای مستند سال 2011 اعلام کرد. این بود که به هر حال از دیدگاه ادبی و نقد ادبی بیش از اون چیزی که من خودم انتظار داشتم مورد توجه قرار گرفته. بله، این اثر از طرفی ساختار روایی و داستانگونه داره، همچنان که خودتون اشاره داشتین، از سوی دیگر اثری مستند هست و بر اساس یک واقعیت نوشته شده. شما چگونه به این شیوه، به این قالب چگونه دست پیدا کردید؟ والا برای من همیشه که در این مورد چه در مواد دیگه این خیلی مهم بوده که کتابی که می‌نویسم خواننده داشته باشه. یعنی من خیلی برام مهمه که نثر کتاب قابل دسترسی باشه برای خواننده های متوسط، کسی که ممکنه با موضوع قضیه خیلی هم آشنا نباشه ولی به خاطر جذابیت نثر حاضر میشه که اون قصه رو، اون داستان و اون کتاب رو بخونه. و برای همین این برای من خیلی مهم بود که نشون بدم، هم برای خودم از دیدگاه یه نویسنده خیلی مهم بود که یه موضوعی رو به دست بگیرم که برای من چالش جدی ایجاد بکنه، از این لحاظ که منو وادار بکنه که یه داستانی رو که ظاهراً و در ابتدا هیچ ناشری توی امریکا، وقتی که من 5-6 سال پیش باهاشون صحبت کردم راجع به این کتاب، هیچ ناشری کتابو نمیخواست به خاطر اینکه به من گفتن کسی هیچ توی این قصه هیچ امریکایی نقش نداشته و اصلا قصه در امریکا اتفاق نمیفته و ما حس نمیکنیم که این کتاب اصلا میتونه بازار پیدا بکنه. و برای همین برای من خیلی سخت بود اون یکی دو سال اول که خلاف این امر رو به اونا ثابت بکنم. و این تنها اون خوشبختانه قدرت خود نثر بود و روایت و جذابیت خود روایت بود که باعث شد که ناشرات تصمیمشون عوض بکنن و کتاب رو نهایتاً چاپ بکنن. و من میخواستم که اینطوری باشه که کتاب آکادمیک و علمی یا صرفا تاریخی نباشه، که یه خواننده متوسط که کنجکاو راجب کردها، راجب ایران، راجب جمهوری اسلامی کتاب بخونه بتونه این کتاب برداره و به راحتی باهاش رابطه بگیره. و خوشبختانه کتاب همینطور هم شد. یعنی خیلی ها هستن که وقتی راجب کتاب مثلا توی اینترنت بحث میکنن میگن که شما اگه به کرده علاقه دارین حتما این کتاب بخونین، اگه به موضوع ایران علاقه دارین خیلی حتما این کتاب بخونین، اگه به موضوع ایران و اروپا علاقه دارین رابطه ایران و اروپا حتما این کتاب بخونین، ولی اگه به هیچ کدوم اینا هم علاقه ندارین و فقط دوست دارین که یه داستان جذاب و دنبال بکنین بازم این کتاب بخونین. و خب این خیلی برای من خوشحال کننده است که ببینم این کتاب، این موضوع، این قصه میتونه با یک خواننده های مختلفی از پشتوانه های ملی و نژادی مختلف در اختیارشون قرار بگیره و باشون رابطه بگیره. بله. در خصوص کتاب با اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در این خصوص آیا هیچ تبادل نظری داشتید؟ آیا شخصیت های اصلی داستان شما در گذشته شما شناختی ازشون داشتین و آیا با کسانی که از این واقعه نجات پیدا کردن مصاحبه یا دیدار داشتین؟ بله بله، من متاسفانه با رهبرای کرد شخصا صحبت نکردم، به این دلیل که موضوع کتاب کل داستان میکنه همونطوری که برای همه قابل تصوره داستانیه که مثل یه بازار خیلی خیلی شلوغ میمونه به خاطر اینکه از یه طرف شما یه تعداد زیادی قاتل اون طرف هستن،
که از یک سال قبل از قتل دارن به آمریکا، به آلمان رفت آمد میکنن. برای همین یه 20 تا شخصیت اونجا هست که داستانو از ابتدا به یه داستان خیلی شلوغ و پر ازدحام تبدیل میکنه. بعد از این طرف یک عالم ایرانیان تبعیدی هستن که دائم دارن برای فاش کردن حقیقت این داستان، چه کرد چه غیر کرد، در آلمان و جاهای دیگه فعالیت میکنن، تظاهرات میذارن، با مطبوعات مصاحبه میکنن اینا. بعد از این طرف خود اون 8-9 نفری هستن که اون شب توی رستوران بودن اینا. اینه که و بعد حالا اصلا ما همه آلمانی‌ها رو اگه بذاریم کنار، اونم خودش در نظر بگیریم، اونم خودش یک تعداد خیلی زیادی آدم و شخصیت به داستان ایجاد میکنه، از قاضی‌های توی دادگاه بگیریم تا نماینده‌های مطبوعات، تا دادستان و همکارهای دادستان و پلیس و اینها. این بود که من باعث تصمیم گرفتم که از میون این همه آدم فقط یه سری شخصیت خاص رو دستچین کنم که از سال 1992 که حادثه واقع میشه تا 1997 که حکم دادگاه میاد بیرون، این شخصیت ها به طور مرتب توی کتاب ظاهر بشن و در کل داستان نقشی بازی بکنن. و وقتی که این تصمیم رو گرفتم، به این نتیجه رسیدم که اونایی که میتونن باقی بمونن در واقع بیشتر اون ایرانی هایی هستن که در برلین زندگی میکردن و یا در اون شب در رستوران بودن یا بازماندگان اون قربانی ها بودن، مثلا مثل خانم شهر بدیعی، همسر نوری دهکردی، که نه تنها توی سازماندهی تظاهرات ها و اعتراض هایی که بعداً در آلمان صورت گرفت خیلی فعال بودن، بلکه روز به روز به روز در دادگاه ظاهر شدن و این پروسه دادگاه رو تماشا کردن. برای همین بود که من از خود رهبرای کرد، راجب خود رهبرای کرد مطالعه کردم و مطالبی که توی مطبوعات کردی در اختیارم بود رو راجب این موضوع رو مطالعه کردم، اما با اونا مصاحبه نکردم. کاری که من کردم که تقریبا فکر نمی کنم هیچ ایرانی دیگه تا حالا انجام داده باشه، اینه که با خود آلمانیایی که دستن در کار این داستان بودن مفصلا مصاحبه کردم و فکر کردم که خیلی مهمه که ما دست بکنیم که چی شد که این کیس، این مورد به خصوص در برلین تونست موفقیتی رو داشته باشه که کیس های دیگه در کشورهای دیگه از جمله کیس دکتر قاسملو در وین نتونست اون موفقیتی داشته باشه. و چون من نسبت به این موضوع کنجکاو بودم، حس کردم که با آلمانیا خیلی مهمه که به گفتگو بنشینم و اینطور شد که با دادستان آقای برونو یوست، با پسر قاضی، چون قاضی اصلی، چون خود قاضی یک سال بعد از اتمام دادگاه از سرطان فوت میکنه، من با پسرش مصاحبه کردم و آدم های دیگه که آلمانی های دیگه که نقش مهمی توی موفقیت این کیس بازی کردن. بله، واقعا چه شد که این کیس تونست موفقیت داشته باشه و چه شد که دادگاه وین در مورد کیس دکتر قاسملو نتونست به موفقیت برسه؟ من فکر میکنم که دوباره یکی از جذابیت‌های خود این قضیه برای من به عنوان نویسنده همین پیچیدگی رمز و پیروزیشه، چون یه موضوع دو موضوع نبود که نقش خیلی مهمی بازی کرد، یک مجموعه ای از فاکتورهای مختلف دست به دست هم دادن که موفقیت این کیس به خصوص حاصل بشه. مثلا ببینین، دو سه ماه قبل از این قتل در آلمان فریدون فرخزاد هم توی آلمان به قتل رسیده، ولی کیس فریدون فرخزاد که در
هومه هامبورگ به قتل رسید، هرگز نتونست به یه همچین دادگاهی داشته باشه و یه همچین حاصل درخشانی داشته باشه. اینه که من فکر می‌کنم یکی از ویژگی‌های مهم موفقیت این کیس خود این امری که قتل در برلن صورت گرفته بوده و برلن به خاطر اینکه سالها تحت کنترل متفقین بود بعد از جنگ جهانی دوم، یک ساختار قضایی داشت که به افراد مطبوعات، ژورنالیستا، دسترسی خیلی 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 زیادی به اسناد و مدارک مختلف میداد، در حالی که اگه نگاه بکنیم فرخزاد که در هامبورگ یا در هومه هامبورگ به قتل رسیده بود، خب یکی از دلایلی که قتلش یه همچین دادگاهی رو هرگز نداشت این بود که از یکی از دلایلش این بود که در هامبورگ اتفاق افتاده بود نه در برلن، و هامبورگ از لحاظ قضایی و ساختار مدنی اصلا به خصوص در اون سال که تازه دیوار که برلن غربی و شرقی رو اصلا تمام کرد ریخته بود، هامبورگ و برلن خیلی با هم متفاوت بودن. بله. یکی ویژگیش این بود که خب در برلن اتفاق افتاده بود. ویژگی مهم دیگرش این بود که سوسیال دموکرات های آلمانی خیلی احساس عذاب وجدان می کردن از اینکه این واقعه در هنگامی که اونها مدعوین دکتر شرفکندی و یارانش بودن افتاده بود و خیلی از لحاظ سیاسی فشار آوردند به دولت وقت که این کیس رو تا جایی که میشه تا حد نهایی خودش دنبال کنن. یکی دیگرش، یه دلیل دیگرش، خب من فکر میکنم که شانسی بود که قربانی‌ها آوردن در پیدا کردن این آلمانی هایی که مسئولیت تحقیق و دنبال کردن قضایی این کیس رو قبول کردن. مثلا آقای بولنویست یک آدم بسیار بسیار استثنائیه از این جهت که واقعا به زور و فشارهایی که از بالا بهش اومد تن نداد و این و خیلی از دادستانهای دیگه ممکن بود که کمرشون زیر اون فشارهای سیاسی، فشارهای حرفه‌ای که در طی 4-5 سال تحقیق و دادگاه بر او اومد کمرشون میشکست، ولی اون ادامه داد و نترسید و از پا در نیومد. بعد خب اون تیم قاضیایی که روی این کیس برای اون مدت دراز کار کردن، اونا هم خودشون آدم های ویژه‌ای بودن. سیستم قضایی آلمان به خاطر ضربه هایی که از جنگ جهانی دوم خورده بود یک سیستم جدید بود که بر پایه های بسیار قوی تر و عادلانه تر از پایه هایی که سیستم قضایی مثلا امریکا رو تشکیل میده بنیانگذاری شده، و از این لحاظ واقعا سیستم قضایی آلمان حداقل بر سیستم قضایی آمریکا ارجحیت داره و سیستم بسیار بهتر و حتی قابل تحسینیه. به هر حال من فکر کنم که یک مجموعه از این عوامل و به اضافه خب سه مدت های بسیار بحث‌واچی ها، ژورنالیست ها و پافشاری اونها و در این حال پافشاری و سماجت بازمانده ها، کسی مثل پرویز دستمالچی، خانم دهکردی، حمید نوذری، همکاران حمید که همه هر روز یک روز پس از روز دیگه حتی برنامه حرفه‌ای خودشون رو بر اساس روزهای ملاقات دادگاه تغییر دادن به خاطر اینکه نمیخواستن که هیچ روزی که دادگاه برپا بود نباشه که اینها در دادگاه حضور نداشته باشن و یادداشت بر ندارن و شاهد نباشن. این بود که همه این عوامل کوچیک و بزرگ دست به دست هم داد و خب
حضور آقای بنی صدر و فشاری که ایشون آوردن از طرق مختلف و نهایتا شهادت فرار ابوالقاسم مصباحی شاهد سه و شهادتی که در دادگاه داد، اونا هم خیلی مهم بودن. بله، در خصوص کتابتون خانم حکاکیان، آغاز کتاب از کجا شروع میشه و پایان کتاب در کجا به پایان میرسه و چه تصوری از جمهوری اسلامی و ترور به دست خواننده کتاب میده این کتاب؟ خانم حکاکیان، متاسفانه بازم ارتباط با خانم حکاکیان قطع شد. اما کوتاه در خصوص محل قتل و محل قدیمی رستوران میکونوس صحبت خواهیم کرد. رستوران میکونوس در تاریخ 17 سپتامبر 1992 در محل قدیمیش رهبران حزب دموکرات کردستان ایران دکتر صادق شرفکندی که فتاح عبدالی همایون اردلان به همراه نوری دهکردی سیاستمدار ساکن برلین توسط حاکمان سابق جمهوری اسلامی ایران که همکنون هم در واقع از سران جمهوری اسلامی ایران هستند به قتل رسیدند، نوشته شده که آنان در راه در همون محل رستوران آنان در راه مبارزه برای آزادی و حقوق بشر کشته شدند. محمود احمدی نژاد شهردار وقت تهران پیرو نصب این تابلو اعلام کرد لوح یادبود جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق را در برابر سفارت آلمان در تهران نصب خواهد کرد. خانم حکاکیان، متاسفانه بازم ارتباطمون با جناب عالی قطع شد. به عنوان سوالات آخر از جناب عالی میخوام اینو بپرسم، آغاز کتاب از کجا شروع میشه و پایان کتاب چیز و خواننده وقتی کتابو میخونه چه تصوری از جمهوری اسلامی و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ کتاب خیلی روایت خطی مستقیمی رو دنبال میکنه. کتاب با شب قتل رهبرای کرد شروع میشه، یعنی در سپتامبر 17 1992، و با روز حکم یعنی 10 آوریل 1997 تموم میشه و یه قصه خطی خیلی غیر پیشیده و صراط مستقیمی رو دنبال میکنه. اینکه آیا خواننده چه حسی از جمهوری اسلامی میگیره، اون خب به نظر من چیزی که باید گذاشت به عهده خواننده. من قصدم از گفتن این قصه در درجه اول بی‌آبرو کردن جمهوری اسلامی نبود، برای اینکه من فکر میکنم که کار ادبیات ورای این دغدغه های روزمره است. من چیزی که برام خیلی مهم بود و جالب بود کل قصه، کل داستان بود و ثبت کردن یک حادثه بسیار مهم. حالا اینکه در پی این کار اگر یعنی وسوسه حس کردم که اگه این کار رو درست انجام بدم بقیه پیچ و مهره ها اونجوری سر جای خودشون قرار خواهند گرفت، یعنی جای خودشون پیدا میکنن، بقیه قطعات اونجایی که باید خودشون به خودی خود قرار خواهند گرفت. مهم از نظر من این بود که یک حادثه تاریخی اون توجهی رو که لازمه بگیره و ثبت بشه اونجوری که سزاوار هست. بله، در پایان شناخت جناب عالی از کرد، از رهبران کرد، علل خصوص از دکتر صادق شرفکندی و دکتر عبدالرحمن قاسملو چگونه بوده؟ چون در یکی از مصاحبه جناب عالی دیدم که در خصوص دکتر عبدالرحمن قاسملو صحبت کردین و ایشون به عنوان یکی از رهبران کتابایی که توی رابطه تحقیق در مورد همین کتاب خودم خوندم، کتاب کارول پران هوبر هستش راجب قتل دکتر قاسملو که اون هم به زبان انگلیسی به وسیله یک خانم ونزوئلایی آمریکایی نوشته شده که کتاب بسیار خوب و قابل توجهیه. و من البته قبل از خوندن اون کتاب به موضوع دکتر قاسملو بسیار علاقمند شده بودم، ولی با خوندن اون کتاب احترامم برای ایشون خیلی هم بیشتر شد و
چیزی که به نظر من جای تأسف و تأثیر بسیار داره اینه که در شرایطی که ما توی ایران یکی از موضوعی که اپوزیسیون دائم بحث میکنه اینه که خلای رهبری وجود داره در برای براندازی جمهوری اسلامی. من حس میکنم که اگر که دکتر قاسملو حضور داشت هنوز میتونست بدون شک یکی از چهرهای مهم رهبری امروز برای آزادی ایران باشه و اینکه دکتر قاسملو تونسته بود و فکر میکنم که دکتر شرف‌کنی هم در همین تلاش بود اما فرصت به اندازه کافی پیدا نکرد. اما دکتر قاسملو تونسته بود که احترام همه کرد و غیر کرد رو به دست بیاره و سوای اون به نظرم شخصیت بسیار جذاب و پرکششی رو داشت که فکر میکنم از اون چهره‌های مهمی بود که تاریخ ایران از دست دادنش حتما به طور بسیار منفی متاثر شده. بله، در پایان اگه صحبتی دارین با بینندگان کرد، با بینندگان ایرانی بفرمایین و وقت برنامه به پایان میرسه. خیلی متشکرم. نه، من فقط امیدوارم که این کتاب به زبان فارسی کردی در اختیار همه کسایی که در ایران زندگی میکنن و حس میکنن که طی این سالها حرف دلشون گفته نشده به نوعی عزیزی رو از دست دادن و فکر میکنن که نگرانن از این که قصه عزیزشون، قصه قربانیایی که دادن، زجری که کشیدن طی این سالها فراموش بشه. امیدوارم که این کتاب به دست اون آدما برسه و بدونن که کسانی هستن که به درد دلشون گوش میدن و قصه اینها رو ثبت میکنن و به یاد میارن که چه اتفاقی افتاده. بله، خیلی متشکر خانم رویا حکاکیان از شرکت جنابالی در برنامه صفحه دیگر از تلویزیون تیش. خیلی متشکر، شب خوشی داشته باشید. شما هم همینطور، مرسی. بدرود. بله، بینندگان تلویزیون تیشک، این بود مصاحبه و گفتگویی با نویسنده کتاب قاتلان قصر فیروزه، خانم رویا حکاکیان، که در خصوص واقعه میکونوس نوشته شده بود. اما در پایان کوتاه صحبت خواهیم کرد در خصوص حادثه میکونوس. یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس، یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی که مشکوک به عضویت در سپاه پاسداران و سازمان امنیت جمهوری اسلامی ایران بود و چهار لبنانی به نامهای یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس رحیل توسط پلیس آلمان دستگیر و محاکمه متهمان در ششم آبان ماه سال 72 در آلمان آغاز شد. دادگاه این عده حدود 5 سال و 247 جلسه به طول انجامید و حدود 9 میلیون فرانک هزینه در بر داشت. در جلسات این دادگاه بیش از 170 نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند. شهادت برخی از این افراد بر ضد جمهوری اسلامی و برخی نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. حکم دادگاه میکونوس در 21 فروردین ماه سال 76 صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعی لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمد اتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محکوم شدند. در این حکم متهم دیگر به نام عطاالله عیاد تبرئه شد. همچنین از آنجا که در جلسات دادگاه مفهومی به نام وظایف ویژه مطرح شده بود که سران رژیم جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیرندگان اصلی آن کمیته بودند، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به زمینه‌سازی در ماجرای میکونوس شدند. بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه صفحه دیگر. تا صفحه دیگر،
همه شما را به خدا میسپارم. شب خوشی داشته باشید. بدرود. شب خوش.